من میخوام یکم دیگه اینجا بمونم. نه، باید همین الان برگردیم خونه تا خودمونو آماده کنیم. شب مهمون داریم. آقای مثل فرانسویای ثروتمند نشسته بود و ما حرفی نموند که تو قطار راجبش نزنیم. فکر کنم بدونم راجب چی حرف میزنی. خب دیگه جوونی کردیم. مهم اینه که وقتی به اسکار رسیدیم یه دفعه وایستاد و گفت بهتون میگم که چی راجبم گفتید. داشت عربی حرف میزد، ما هیچی نمیفهمیدیم، ولی نهایت تلاشمون رو انجام دادیم که حرفاشو بگیریم. تلاشمونم به نتیجه رسید. دیگه باورتون نمیشه، هر چیزی که راجبش گفته بودیم و تو راه شنیده بود، چون زبون ما رو بلد بود. وضع بشقابا چطوره؟ بشقاب فیروزه خانم دست نخورده مونده، اونم واسه اینه که خیلی میخنده. مهند وای از دست تو. هی ادا در میاره و میگه از بس خندیدم گرمم شد. دخترش خیلی مؤدبن، حتی یک کلمه هم چیزی نگفتن. ببینم عدنان بک داره چی کار میکنه. ساکته، هیچی نگفته چون میدونه ازش چی میخواد. عمو سلیمان نظرتون چیه یه چیزی بریزیم توی غذاش هان؟ به نظر من اینطوری خیلی خوب میشه. چارش پیش خود منه، فقط خودم میدونم چی باید بذارم. یه چیزی که ساکتشون کنه. حالا این دخترها چه شکلی هن؟ واقعا که هر دوتایشون خیلی قشنگن، ولی به نظر من کوچیکه قشنگتره. خیلی خوشمزه است. اولین بار این تمامی چشم. غذای مخصوص آقا سلیمونه. اسمشو گذاشته لابولی. مامانم خیلی این غذا رو دوست داشت. درسته، غذای فوق‌العاده‌ایه. استعدادتو نشنیدم مادموزل لمیز. لمیز اسم واقعیته؟ آره، من از ترکیه ام. تو فرانسه متولد شدی؟ اهل پاریسه. پاریس پایتخت عاشقاست. لمیز خانم خیلی مهربونیه. کی اومدی ترکیه؟ از وقتی که کوچیک بودم با مادرم اومدم. که اینطور؟ لمیز برای من یه هدیه بود. درسته، موافقم. مامانم منو مراد و دست اون سپرد و همینطور بابا رو. خیلی خوبه. ماه اصلتون رو کجا میرین؟ فردا میخوایم بریم سردینیا. اونجا یه خونه گرفتیم که هم رو به جنگل هم رو به دریا. به سلامتی. خب ما دقیقا نمیدونیم که اونا چقدر میمونن. به حاضر شدن خونه ربط داره. یه 10 روزی میمونی، زیادش 15 روز، حتی اگه خونه آماده نشده باشه. خب اگه تصمیم دارید بیاین پیشمون بگین که آماده باشیم، اینطوری خیلی بهتره. نه مامان، نهادی خونه اجاره کرده، درسته؟ به نظر میرسه فیروزه خانم دوست نداره کسی بیاد خونه‌شون. نه عزیزم، اصلا اینطوری نیست. حتما همینطوره. مهند دوست داره شوخی کنه. شنیدم کارو ول کردین و تمام شرکتاتونم فروختین. اصلا اینطور نیست، ولی این روزا زیاد به کارخونه نمیرم. از وقتی مامان مرد کارا را سپردم دست مدیرعامل و گاهی به شرکت ها سری میزنم. بابا دوست نداره ما رو تنها بذاره. خب دخترم باید بذارید پدرتون استراحت کنه. نظرت چیه عدنان بک؟ شما میدونید که آدم اگه همه یه وقتشو واسه مشکلات کاریشو بچه هاش بذاره زود پیر میشه. ولی ما از وضعمون خوشحالیم. مگه نه بابا؟ درسته عزیزم، نمیخوام بچه هم چیزی کم داشته باشن. وقتی بخوای ازدواج کنی واسه بابا چه اتفاقی میفته؟ کی گفته من میخوام ازدواج کنم؟ من اصلا به ازدواج فکر نمی کنم. ولی من میخوام ازدواج کنم. واسه دخترای خوشگل نمیشه صبر کرد. تو لباس عروسی خیلی قشنگ شدی. ممنونم عزیزم. آره خیلی قشنگ بودی. ببین اینم یه عکس دیگه که بابات توشه. عکس دیگه هم داره. فقط عکسای مهنت مونده. با همه دخترها رقصیده. گفتم شاید یکیشون نصیبم بشه. طفلک اونی که میخواد با تو زندگی کنه. زمینای پشت ویلا همش مال خودته. تقریبا. به نظر میاد مساحت ویلا خیلی زیاده. همینطوره. من به خونه یه جزیره رفتم ولی یادم نمیاد اینجا اومده باشم. درسته. اون زمان درستو تو آمریکا تموم کردی و برگشتی. اشتباه گفتم؟ اصلا. مهمونی قشنگی بود. واقعا قشنگ بود. اون دختره چقدر خوشگل بود. کدوم دختره؟ سمر. وای کاشکی زن مهند بشه. واقعا میخوام بدونم چرا مهند بهش فکر نمیکنه. شاید یکی تو زندگیش باشه. کی مهند؟ بگو چند هزار تا تو زندگیشن. ولی فکر کنم سمر واسه ازدواج خوب باشه. از کجا میدونی کسی تو زندگی سمر نباشه؟ درسته. دختر خوشگلی مثل اون باید تا حالا یکی تو زندگیش باشه. آخ که اگه من بزرگتر بودم. آخ. شب بخیر مراد. شب بخیر مادمازل لمیز. ازتون عذر میخوام برم دستشویی. من نشونتون میدم. ممنونم. نظرت چیه الان بگیم؟ هنوز زوده. دوست دارم زودتر بگم و تمومش کنم. منم دوست دارم. باید منتظر یه فرصت باشیم. بچه ها هنوز آماده نیستن. هر جور راحتی. ممنون عزیزم. باید بدونی که ما زندگیمونو دوست داریم و نمیخوایم کسی واردش بشه و خرابش کنه. ولی تو که نمیخوای بابات زندگی بدی داشته باشه. تو دختر عاقلی هستی، من اینو میدونم.